با درود خدمت همه دوستان عزیز یکی از فعل هایی که توی زبان آلمانی خیلی استفاده میشه فعل لسن هستش این فعل یکی از فعل های مهمیه که برای دوستانی که امتحان به انس و یا به اسفای دارن هم خیلی کاربردیه و همچنین در زندگی روزمره هم در شرایط مختلف به کار برده میشه خب امروز در این ویدیو با همدیگه تمام شرایطی رو که فعل لسن چه خودش تنهایی و یا ترکیبی با یه فعل دیگه استفاده میشه رو با هم دیگه کار میکنیم این فعل در شرایط مختلف هم معنی های متفاوتی رو میده به طور مثال جمله اول دقت بکنید ich lasse هندی ایم آوتو اینجا لاسم به معنی گذاشتنه میگه من موبایلم رو در ماشین گذاشت میذارم یعنی ماش... موبایلتون تو ماشین میذارید و میرید به طور مثال میگه دیش من هندی ایم آتو پس اینجا لاسن به معنی گذاشتن یه چیزی در یک جایی بود حالت پرفکتش که در حقیقت زمان گذشته هست میتونید دقیقا همون جمله رو اگه بخوایم برعکسش رو بگیم من اینجا لون اون جمله رو ننوشتم ولی میشه ایشابه من هندی ایم آتو لاسن. پس چی؟ پس لاسن که حالت پرزنتش هست یا اینفینیتیوش هست حالت پرفکتش با هابن میاد و لاسن میشه گلاسن به طور مثال میخواهید بگید که من گربم و خونه گذاشتم یعنی با خودم نیاوردم ایش ها ماین کاتس گلسن گلاسن و یا به طور مثال میگید که من بچه‌م و بچه هامو خونه گذاشتم فرزندانم و خونه گذاشتم میشه چی؟ ایش ها به ماین کیندا گلاسن و پس یک معنی لسن گذاشتن بود خب معنی بعدیش یه مواقعی هم هستش که فعل لاسن با لیگن و یا شتین ترکیب میشه که در حقیقت معنی فراموش کردن یک چیز رو داره که یه چیزی یادتون رفته با خودتون ببرید به طور مثال اشهاب من هندی این شول لیگن لسن یعنی من موبایلمو رو توی مدرسه جا گذاشتم و یا اشهاب من اون تالاگن این بوغو لیگن لسن من مدارکم و اون در دفتر همون محل کارم جا گذاشتم حالا بعضی چیزها هم خب لیگن نیست اشتین هستش مثلا کوفا که به معنی چمدان هستش اگه بخوای بگید من چمدونم و در فرودگاه جا گذاشتم چی میشه اشهاب ماینن کوفا این هافن، شتن لاسن یعنی در اونجا جاش گذاشتم خب یک معنی دیگه فعل لاسن این هستش که شما یه کاری رو خودتون انجام نمیدید بلکه اجازه میدید که یه کسی اون کار رو برای شما انجام بده به طور مثال اگر من دوچرخه خودم رو تعمیر کنم میگم که اش پقیق من فقط خب درسته من خودم کننده کار هستم و دوچرخه رو تعمیر کردم ولی موقعی که دوچرخه رو بذارید تعمیرگاه و در اصل یکی دیگه دوچرخه رو برای شما تعمیر بکنه واسه بگید اشلاس من فقط یعنی من میذارم که دوچرخم تعمیر بشه در از این لاسن به معنی اجازه دادن هستش به یک کسی اجازه میدید که یه کاری براتون انجام بده به طور مثال جمله بعدی دقت بکنید شما خب هیچ که موی خودش رو خودش کوتاه نمیکنه میذاره که یک کسی موهاش رو کوتاه بکنه دیگه موهاش رو بزنه پس میشه ایش لاس ماین شنایدن یعنی من میذارم موام کوتاه بشه موامو بزنم یا اگه باز سوم شخص لاسن لست میشه مثلا زی لست ایغه هاغ شنایدن یعنی اون خانوم میذاره موهاشو بزنن یعنی میره که موهاشو کوتاه بکنه یا ار لست زاینه شنایدن یعنی اون آقا میذاره که موشو بزنن براش خب یه معنی لاسن دیگه که استفاده میشه به معنی اجازه دادن برای یک کسی اجازه بدی که یک کاری بکنه تقریبا شبیه دوتا جمله بالاست با این تفاوت که به طور مثال میگید که او اجازه میده بچه هاش بازی کنن er lässt seine Kinder spielen یا ich lasse Kinder spielen من اجازه میدم بچه هام بازی کنن به طور مثال بعضی وقتها فعل لاسن حالت رفلکتیو پیدا میکنه یعنی برمیگرده به خود شخص مثلا اینجا من نوشتم ich lasse mich یعنی من میذارم که من را عمل جراحی انجام بدن اوپقیان به معنی عمل جراحی هر کسی باید اجازه بده دید. یا به طور مثال زیلست زیش اوپقین یعنی اون خانوم اجازه میده که روش عمل جراحی رو انجام بدن به طور مثال تتو کردن تتو کردن هم خب شما که خودتون انجام نمیدید میدید یک کسی براتون انجام بده پس میشه زیلست زیش تتو یعنی اون میذاره که تتو روش بزنن یا خال... خالکوبی روش بزنن خب <مثال>, مثال های بعدی بعض وقتی که فعل لاسم رفلکتیو میشه امکان چیزی رو داشتن و معنی میده به طور مثال دیزس آوتو لست گود فاقن. یعنی این ماشین امکانش هست که باش خوب برونی یعنی ماشین خیلی خوبیه در این رو تعریف کردن از ماشینه دیزس آوتو لست گود فاقن. یعنی میذاره که باش خوب برونی به منظور به معنی اینکه امکانش هستش که قشنگ از این ماشین قشنگ خو... یه رانندگی خوبی داشته باشید و راحت باش رانندگی بکنید با و یا به طور مثال یه جمله کاربردی دیگه ما که باشه یه دری هستی دره باز نمیشه خب پس چی دره نمیذاره که باز بشه یعنی کسی بازش کنه خب که میشه دی تور لست نیشت یعنی من کان دی تور نیشت یعنی آدم نمیتونه این در رو باز بکنه ولی یه مدل صحبت کردن خب با لسن هستش یعنی اون در اجازه نمیده که باز بشه به همین ترتیب مثل این میمونه که شما به طور مثال نتونید در یک شیشه نوشابه رو به طور مثال باز بکنید خب چی میشه؟ میشه دی لستش نیشت افنن یعنی این شیشه این در بطری نمیذاره که باز بشه درش خب مثال های بعدی بعضی وقتا هم هستش که در حالت پرفکت پرفکت منظور خب یه توز... توضیح کوتاه میدم چون بعضی دوستان ست های زبان مختلف دارن سه تا زبان هست سه تا زمان هست در زبان آلمانی یکیش حالت هال پرزنس یعنی یه جمله که میگید برای همون الان یه اتفاق میفته مثلا ایشلاس ماینه هاگر شنایدن یعنی من میذارم در باز بشه یه مدلم بودش که یه مدلم هستش که پیتیتومه که اون معمولا زبان نوشتاریه در گفتار استفاده نمیشه که زبان گذشته هست و یک زمان هم هستش که همون گذشته است ولی به حالت پرفکت که پرفکت متشکل هستش از یک فعل که اینفینیتیو باشه با زاین یا هابن به علاوه پارتیسیپ وای که آخرش میاد مثل لاسن میشه هابن میاد و آخرش هم گلاسن گلاسن پارتیسیسوای لاسن هستش توضیح کوتاهی بود خب یه مدل دیگه هم استفاده از لاسن این هستش که در حالت پرفکت مگه بخواید بگید و با یک فعل دیگه ترکیب بشه دیگه گلاسن نمیشه همون لاسن باقی میمونه به طور مثال ماین موتا حالا م اینجا موتال نوشتم ماین موتا letzte woche operieren لاسن خب یعنی مادر من هفته قبل روش عمل جراحی انجام شد گذاشت که روش عمل جراحی انجام بشه به تو جمله همیشه ثابته یا ماین فاتا حد زیش لتس و خو ماین برودا ماین زون ماین کین ماین شفستا حد زیش لتس و خو گستن فو هم زمانی که بود اپیقی لسن پس لسن با یه فعل دیگه ترکیب شده درسته که حالت پرفکت هستش یعنی ما داریم راجع به گذشته حرف میزنیم ولی دیگه گلاسن نمیشه لاسن میمونه این نکته خیلی مهمه بر که امتحان به و یا به اتسفای دارن اکثرا خب یه چیز دیگه دو تا جمله کاربردی دیگه همه دوستان که در از میان تو آلمان خب باید این مدارک تحصیلیشون رو بذارن یا مدارک تحصیلی کاری و یا هر مدرکی که دارن و بذارن ترجمه بشه و بعد تعیین بشه شما میتونید همیشه این دو تا جمله رو بگید اگر قبلا انجام دادید میگید ich من اونتالاگن Unterlagen übersetzen یعنی من گذاشتم که حالا مثلا برای قبل من مدارک مدارکم رو گذاشتم که ترجمه بشه و یا ich habe اونتالاگن Unterlagen anerkennen یعنی من گذاشتم که مدارکم تا این سطح بشه به طور مثلا یه جایی میفرستید از به شما میگن چه خبر میتونید بگید ich habe اونتالاگن Unterlagen anerkennen ab bislang habe ich به kann brief von ihnen bekommen weil تا الان هیچ namee بالا داشتیم دیفلاش لستش نیشت افنن حالت حاله یعنی یه بطری دستتون بطری باز نمیشه حالا مثلا میخواهید بگی چند روز قبل بطری باز نمیشد میشه دیفلاش هت نیشت افنن لاسن دیدید فل ترکیب شده به افنن حالت پرفکت است ولی دیگه لاسن باقی میمونه و لاسن نمیشه نکته خیلی مهمیه خیلی بعضی مواقع هم هستش فعل لاسن به حالت امری استفاده میشه یعنی چی یعنی یه کسی داره یه کاری میکنه رو مختونه یا یه کاری ادامه میده شما میخواید بگید که بابا با بیخیال شو دیگه این کارو نکن بکن از این کار حالا یه هر چیزی میتونید بگید لاستاس لاستاس یعنی بیخیالش رو بذارش کنار و حالا معنیای اینجوری داره یه دو جمله هستش که حالا زیاد نباید استفاده بکنین چون یک کم بار منفی داره ولی میگن که به طور مثال کسی که رو مختونه شما میخواید بهش بگید که تنها بذار منو به حال خودم رها کن یا این چیزا اگه بهش تو میگفتید میتونید بگید که لاست این قوه یعنی بذار من آرامشمو داشته باشم یعنی دست از سرم بردار اگر هم یه کسی باشه که با زی باش حرف میزنید میگی لاس زمش این قوه یعنی منو به حال خودم بذارید دست از سرم بردارید روی طرفو میکنم. و یه جمله دیگه که با لسن میشه که حالت امری هست میتونید بگید که یه کسی که هی شما دارید حرف میزنید هی میپره وسط حرفتون به طور مثال یا حرفتون رو قطع میکنه خب شما میتونید بگید که لسن زی میش بیته آس قیدن خب به این معنی که بذارید من به حرفم ادامه بدم حرف من رو قطع نکنید یا اگر تو بهش میگفتین دوستت و دو سعی میتون بود میگید لاس میش بیت اوز قیدن. یعنی بذار من حرفمو بزنم خب دیدین که فعل لاسن در شرایط مختلف معنی های متفاوتی رو داره رو همین حساب ولی خب از این چند تا موردی که بهتون گفتم دیگه خارج نیست ما الان تمام شرایطی که فعل لاسن در از در زمان آلمانی استفاده میشه رو با هم کار کردیم کافیه که این جملات رو کامل یاد بگیرید حفظ بکنید در خیلی از شرایط به کارتون خواهد اومد فراموش نکنید که حتما عضو کانال بشید روی گزینه دایره رنگ بزنید سابسکرایب میشید و یا ابونیت میشید اگر زنگوله رو روشن بکنید هر ویدیو جدیدی که گذاشته میشه خود گوشیتون به شما خبر میده میتونید سریع ویدیوها رو مشاهده بکنید تمام ویدیوها اگر روی پلیلیست کلیک بکنید در کانال میبینید که در پلیلیست های مختلف در پوشه های مختلف ویدیوهای گوناگونی قرار داده شده به طور مثال ویدیوهای کاربردی آلمانی مثل همین که شامل گرامر هست و ویدیوهای دیگه که تو پلیلیست در اختیارتون هستش امیدوارم لذت برده باشید تا ویدیوی بعد بدرود